فلسفه ورزی بی پروای سیاست، جامعه شناسی ایران، پارادوکس جامعه مدنی، گفتگوی سیاسی با یک نویسنده غیر سیاسی، کامران مصادره می شود، سیاست مداری سید جمال. آیا دعوت از متفکرین غربی به ایران یک کار علمی است؟ سومین دریچه پیش روی شماست. سلام، به سومین دریچه و اولین دریچه سال 1393 خوش اومدید. موضوع این برنامه مسئله ایست که به نظر میرسید در مرور نشریات دامن مجلات علوم انسانی رو گرفته. سیاست زدگی. موضوع برنامه ما سیاست زدگی در علوم انسانی است. این مسئله که به چشاری کردی میده سیاست زدگی در علوم انسانی رو میشه رد پاش و تو مجله‌های مختلف دید. برای مثال همین مجله تجربه که این مجله کاملا هنریه، به هر هفت هنر هم میپردازه، مصاحبه‌ای داشته با محمود دولت‌آبادی، عکسش رو روی جلد میتونید ببینید. محمود دولت‌آبادی رو به عنوان نویسنده میشناسیم که چندان سیاسی نیست. خودش تو زندگی نامه‌اش ما نیز مردمانی هستیم اشاره کرده که وقتی از زندان اومده رفته به کانون نویسندگان و گفتم با عنوان یک نویسنده در خدمت شما هستم، نه با عنوان یک عنصر سیاسی. با این حال وقتی یک نویسنده غیر سیاسی با یک مجله غیر سیاسی مصاحبه ترتیب میدن، اوضاعی پیش میاد که بیش از یک دوم پرسش ها و پاسخ ها درباره انتخابات و حواشی انتخابات هم. با توضیحاتی که خدمتتون دادم پیش‌بینی می‌کنید روزنامه مثل شهر در ویژه‌نامه‌اش، ویژه‌نامه نوروزیش، چه ارمغان غیر سیاسی برای ما آورده. اونا در بخش اندیشه میزگردی تشکیل دادن با حضور حاتم قادری به عنوان نماینده از متفکران راست‌کیش و مراد فرادپور که یک چپ‌کیش تمام عیاره. موضوع این بحث جامعه مدنی است. اگر جامعه مدنی طبق تعریف فضای آزاد مستقل از دولته، چطور میشه ساختن اون رو از دولت مستقر خواست؟ حاتم قادری در آغاز بحث ایرانیان رو مردمانی ترس خورده خطاب کرده که کودکسان هستن و اصلا نمیتونن بدون اتکاء به دولت کارهای خودشون رو انجام بدن. در مقابل مراد فرادپور که به نظر میسید باید مخالفت بکنه، انگار که با حاتم قادری یک گروه سرود تشکیل بده، از در موافقت در اومد، همه اون حرفا رو تایید کرد و اضافه کرد که یک جامعه که به لحاظ تاریخی و فرهنگی یک جامعه پستونشین و پنهانکاره، چطور میتونه جامعه مدنی تشکیل بده؟ جامعه مدنی که نیاز به یک جور فضای بی‌طرف و آزاد داره. در نهایت هر دو راه حل سیاسی رو پیش رو گذاشتم، اما چیزی که در این میون مسکوت میمونه همون مطلبی که در ابتدای مناظره در موردش با هم توافق دارن، یعنی اینکه ایرانی ها به لحاظ جغرافیایی، تاریخی و کلا فرهنگی متفاوت هستن و باید تحلیل متفاوتی در موردشون داشته باشیم. این سوال پیش میاد که اگر ایرانی ها به لحاظ تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی متفاوتن، چه نیازی داره که همون راهی رو برن که دیگر تمدن ها رفتن؟ و اگر ما ایرانی ها مجبوریم آینده مشترک با بقیه مردم جهان داشته باشیم، دیگه متفاوت بودنمون به لحاظ تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی چه محلی از اعراب داره؟ مجله مهنامه با عکس حاتمی که روی جلدش آورده اومده روی کیوسک، باعث میشه آدم فکر کنه که با این مجله غیر سیاسی مواجه هست این بار. اما تیتر اصلی اون مصاحبه اینه، چمران متصادره شده بود. من هرچی گشتم متوجه نشدم که چمران توسط چه گروهی و به چه منظوری متصادره شده، یعنی در مصاحبه حرف روشنی در باره زده نشده. در ادامه در همون پرونده مصاحبه‌ای ترتیب دادن با ابراهیم یزدی و اون مصاحبه رو ابراهیم یزدی با
اشاره به اشتباه بودن نظر مهدی چمران آغاز کرده. گفته مهدی چمران اشتباه میکنه که فکر میکنه شهید چمران، یا اعلام کرده که شهید چمران هیچ وقت عضو نهضت آزادی نبوده. اصلا شهید چمران عضو هیئت مؤسس نهضت آزادی در خارج از ایران بوده و این حرف البته درسته، اما این اصلا به اون معنا نیست که شهید چمران با همه مواضع سیاسی نهضت آزادی و حتی مواضعی که بعداً اتخاذ کردن موافقه. مثلا وقتی اعضای دولت موقت استعفا دادن، شهید چمران که وزیر دفاع دولت موقت بود در مقام خودش ابقا شد و به همکاری با حزب جمهوری اسلامی ادامه داد. در همین پرونده مصاحبه با محمد هاشمی هم می‌بینیم. کل تصویرها، تیترها، آدمایی که باشون مصاحبه شده و جهت مصاحبه ها رو که از نظر می‌گذرونیم، به نظر میرسه شهید چمران داره توسط یه گروه سیاسی خاص دوباره مصادره میشه. انگار یه عده‌ای هستن که میخوان بگن شهید چمران با اونا نبوده، شهید چمران با ما بوده، و این به معنی باز مصادره کردن شهید چمرانه. این ماجرایی که در موردش صحبت کردیم، یعنی سیاست زدگی، از دهه دوم بعد از انقلاب مورد بحثه. اما اینطور نیست که دقیقا از همون زمان هم شروع شده باشه، بلکه یک ماجرای بسیار ریشه دارتره. مثلا دکتر مجتهدی در نشریه پنجره یادداشتی داره تحت عنوان سید جلال‌الدین بیشتر سیاست مدار است. مجتهدی سالها پیش، یعنی همون اوایل انقلاب، کتابی درباره سید جلال‌الدین نوشته. تو اون کتاب روی بحث سید جلال‌الدین اسدآبادی با ارنست رنان فرانسوی تمرکز کرده، ولی لحنی که در این یادداشت کوتاه داره بسیار صریح‌تر از لحنی است که در کتاب قدیمی خودش آورده. ظاهرا ارنست رنان در مجله دو جهان یه یادداشتی نوشته که پر بوده از اتهام زدن به اسلام. جواب‌هایی به این یادداشت یا سخنرانی ارنست رنان همون موقع داده میشه، اما از بین همه این واکنش‌ها فقط یه مقاله از سید جمال‌الدین اسدآبادی توی اون نشریه فرانسوی چاپ میشه. مقاله سید جمال‌الدین علیرغم زبان فرانسه خیلی خوبی که داره، به لحاظ استدلالی سست، برابر این فرصت رو به رنان میده که در مطلب بعدی حسابی علیه انتقاد جمال‌الدین اسب تازی کنه. مجتهدی معتقد زبان فرانسه خوب این مقاله و در کنارش استدلال ضعیف سید جمال‌الدین محل تردید و محل اشکاله و محل ظن و گمان به شخصیت سید جمال‌الدین اسدآبادیه. در حقیقت مجتهدی معتقده سید جمال در این ماجرا بازی خورده. دوتا کلمه مجتهدی چند سال قبل در کتاب آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غرب سعی کرده بود نشون بده که ما در مواجهه با غرب به وارد کردن تکنولوژی و صنعت غربی اکتفا میکنیم و کمتر سراغ از لایه های عمیق‌تر زندگی غربی گرفتیم. این سیاست زدگی مهمترین مصیبت ما از بعد از دوران تجدد محسوب میشه، لاغه از نقطه نظر بکتر کلمه مجتهدی و فول این عصر. رویداد اولمون سخنرانی دکتر داوری به مناسبت بزرگداشت آقایان دکتر اعوانی و دکتر دینانی است که در اسفند 92 برگزار شد. در این سخنرانی دکتر داوری از آقایان اعوانی و دینانی تقدیر کرد، به این خاطر که تونستن همواره کار سیاست ورزی رو از کار فلسفی و علمی جدا نگه دارن. فلسفه در زمان ما مشکل سیاسته، نه اینکه سیاست چیز بدی باشه، نه اینکه باید از سیاست پرهیز بکنیم. از سیاست که نمیشه پرهیز کرد، سیاست امر لازم ضروری است. اما ببینید کار جهان شده کار سیاست. سیاست همه کاره است، همه جایی است. سیاست در همه جا نفوذ داره، از تولد تا مرگ.
این دو بزرگواری که کجا هستن اینجا؟ نام دکتر. دو بزرگواری که اینجا نشستن مثل همه اهل فلسفه یک هنر دارن به اون این که نه اینکه سیاسی نباشن، سیاست رو دخالت ندادن در کارشون، یعنی بی پروای سیاست که من نتونستم اینطور باشم، بی پروای سیاست به کار خودشون پرداختن، به کار فلسفه پرداختن، همواره به کار فلسفه پرداختن. من بیش از 40 ساله که به هر دو بزرگوار ارادت دارم و این ثبات قدم به استقامت رو در کارشون دیدم. اما کاری که دکتر داوری گفت اونقدر هم آسون نیست. دو با پیش کتابی از جلایی پور، حمیدرضا جلایی پور، تحت عنوان جامعه شناسی ایران به بازار اومد. 154 صفحه از این کتاب صرف توصیه های جلایی پور شده به این مناسبت که باید روشمند عمل کنیم و بنیان نظری داشته باشیم. اما حاجی حیدری در نقدی که علیه کتاب نوشته نشون داده این کتاب به لحاظ سندی ناقصه، روشش مشوشه و بنیان نظری نداره. اگر کتاب رو ندیده باشیم شاید فکر کنیم که نقد حاجی حیدری حتی پرخاشجویانه است، اما وقتی که کتاب رو ورق میزنید و میخونید متوجه میشید تنها بخش کتاب که این اشکالات رو نداره، یعنی مستنده و اشکال روشی نداره، فهرست کتاب و شابک اونه. اما نظر میشه چیزی که داریم در موردش حرف میزنیم، یعنی سیاست زدگی در علوم انسانی، عمیق‌تر از اونه که محدود بشه به کتابسازی یک استاد دانشگاه. مصطفی ملکیان برای مثال مصاحبه‌ای داشته اخیراً با یک سایت درباره جریان روشنفکری دینی. ملکیان در این مصاحبه صراحتاً اصطلاح روشنفکری دینی رو یک اصطلاح متناقض دونسته. اون گفته روشنفکران و نواندیشان دینی اسلام رو تحریف کردن، اصلاً برداشت نادرستی از اسلام دارن، شناخت دقیقی از فلسفه اسلامی و کلام اسلامی ندارن و حتی جا به جا تعبیرها و تفسیرهای هرج و مرج طلبانه رو به جای هرمنوتیک دینی جا زدن. این انتقادهای صریح ملکیان واکنشهایی رو به دنبال داشت. برای مثال سروش گفته هرگز نمیتونیم خط مرزی واضحی بین تعبد و تعقل بکشیم. مشاهده شبستری هم اعلام کرده کار ملکیان بیشتر سیاسیه و اخطار داده که میتونه مستمسک سوء استفاده های سیاسی قرار بگیره. مشاهده شبستری از ملکیان خواسته یک نقد جزء به جزء مصداقی و دقیق که مستند به متن‌های پیش روس انجام بده. برای در میسته این خواسته مشتده شبستری تا حدی رویا پردازانه است، چون اولا استادی که در این سطح قرار میگیره هرگز حاضر نمیشه روی کار یه استاد دیگه کاری با این دقت و وقتگیر رو انجام بده، و از طرف دیگه میشه پرسید اصلا جریان روشن فکری دینی کی غیر سیاسی بوده؟ اصحاب روشن فکری دینی استادانی نبودن که در کنج حجره علم و تحقیق آرام آرام شهرت بگیرن، اونا وسط بازی‌های سیاسی مشهور شدن. مقصودم این نیست که کار اونا سیاسی بوده، منظورم اینه که پرداختن اونا به مسائلی که حساسیت سیاسی رو برمی انگیخته اساساً برای اونا شهرت به وجود آورده. بیاد داشته باشیم که در دورانی زندگی می‌کنیم که به راحتی نمیتونیم یک فضای علمی فارغ از سیاست داشته باشیم و اساساً شهرت غیر سیاسی به دست بیاریم، اما در یک چنین دورانی بسیار مهمه که بتونیم تشخیص بدیم سخنی که در یک فضای به هر حال سیاسی گفته میشه فرق میکنه با سخن سیاسی که ظاهری علمی داره. گفتگوی ماه شماره سوم دریچه متمرکز شده روی سفر مانوئل ولشتاین به ایران. ولشتاین اسفند 92 به ایران اومد، گفت شهودهایی با اهل فکر داشت و گشتی هم در اصفهان و شیراز زد. اینطور سفرهای علمی سالهاست که در کشور ما تبدیل به یک سنت شده. هر از گاه متفکر رو دعوت میکنیم به اینجا میاد،
چرخی میزنه، گفتگوهایی داره و بایستی بهره های علمی کافی از این مسافرت ها و هزینه ها ببریم. سوال ما، پرسش از چیستی، چرایی و چگونگی مفید بودن اینطور سفرهاست. به این منظور از استاد علم شناس و معرفت شناس شهیر ایرانی دعوت کردیم تا با ما به بحث و گفتگو بشینه و این موضوع رو بررسی کنه. دکتر سعید زیبا کلام کتاب‌های متعددی در زمینه معرفت شناسی و علم شناسی دارن، همطور مقالات متعددی در این زمینه چاپ کردن. کتاب ساختار انقلاب‌های علمی کوه رو که کتاب بسیار مهمیه ترجمه کردن، این ترجمه بهترین ترجمه است که در بازار هست. همچنین کتاب معرفت شناسی اجتماعی ایشون که طرح و نقد نظریه ادینبراست بسیار مورد توجه قرار گرفته. ما در برنامه پیش رو با ایشون در باره مسائل اجتماعی و سیاسی که اطراف دعوت کردن این اساتید برجسته جهانی در آن وجود داره به بحث و گفتگو نشستیم. سعید زیبا کلام، خوش اومدید. سلام عرض داشت. سعید زیبا کلام، اسفند سال 1392 امانوئل والشتاین به ایران اومد. این اتفاق تازه‌ای نبود. از سال 1381 با اومدن هابرماس به ایران، دعوت اساتید به کشورمون در محیط‌های دانشگاهی تبدیل به یک سنت شد. والشتاین به ایران اومد، با اصحاب علم و فرهنگ به گفتگو نشست، بعدم چرخی زد در اصفهان و شیراز و گشت و گذاری داشت و به کشور خودش برگشت. میخوام با این سوال گفتگو رو آغاز بکنم. اومدن والشتاین به ایران چه فایده‌ای برای مخاطبان ایشون داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. خیلی پدیدار بزرگ و مهمیه این ماجرایی که دارید ذکر میکنید و میگید که سنت هم شده و درست هم میگید شما که میگید سنت شده. بله همینطوره، چون ما هابرماس رو داشتیم، ریچارد رورتی رو داشتیم و همینجور افراد مختلف تا اسفند ماه که والشتاین رو داشتیم. یه اشاره شما کردید تو صحبتتون که مخاطبین با اصحاب فکر و فرهنگ با گفتگو نشستن. من فکر می‌کنم خود باید آهسته تر حرکت کنیم. یعنی چی با اصحاب فکر و فرهنگ به گفتگو نشستن؟ کجا این اتفاق افتاده؟ یعنی با اصحاب فکر و فرهنگ واقعا والشتاین به گفتگو نشسته؟ گفتگو رخ داده؟ من ابداً همچین چیزی نمی‌بینم. در مورد هابرماس این اتفاق نیفتاد، در مورد ریچارد رورتین اتفاق نیفتاد. آخه راجب چی داریم حرف می‌زنیم؟ روشن راجب چی داریم حرف می‌زنیم؟ یعنی چی که متفکر پیشگام خط مقدمی رو ما تصور کنیم که بیاد به ظرف مثلا 1-2-3 جلسه من در جاهای مختلف، بعد ما یه ارتباط مستقیم با مجموعه آثار اندیشش پیدا کنیم. خب این مثلا یعنی تنها و تنها کسانی با اون فیلسوف یا متفکر مدعو که اومده میتونن یه مقداری ارتباط برقرار کنن که تو آثار اون متفکر خوب غور کرده باشن. نقدهایی که دیگران به او زدند و پاسخهایی که در برخی موارد ایشون به اونها داده رو خوب خونده باشه. سه لایه کار خود آثار اندیشه‌های متفکر، نقدهایی که همکسوتان او بر او زده اند و سوم پاسخهایی که ایشون داده. دیگه لایه‌های چهارم پنجم هم داره ها، ولی این دسته کمیشو داریم میگیم. لااقل تو این سلایه با اون متفکر
اگر کسی آشنایی خوبی داشته باشه، یعنی کار کرده باشه رو اون آدم، خوبم کار کرده باشه، اون وقت اون میتونه مشروط به این که به اون متفکر تو هواپیما تو فرودگاه گفته نشده باشه که اینجا ایرانه، اینجا ایرانه، خواهش میکنیم راجع به مثلا فروپاشی مثلا نظام سرمایه‌داری یا لیبرالیسم خواهش میکنم اینجا رو لطفاً شما خواهش زمنان اینجا راجع به سکولاریزم هم شما مزلاتش در غرب اونم لطفاً درز بگیر. زمنان نقد های بنیانی که امثال الستر مکینتایر و چارلز تیلور و غیره به مدرنیته مطرح کردن اینا رو هم لطفاً درز بگیر. فقط بگو سکولاریزم چقدر چیز خوبیه، چقدر چیز قشنگیه، چقدر نجات بخش شماست ایرانی ها، بدبختا این سکولاریزم ماه شما رو نجات میده، منجی شما سکولاریزمه، منجی شما مدرنیسمه، منجی شما سیانتیزمه. آقای متفکر اینو باید بگی ها، شما چی انتظار داری وقتی این اتفاقا میفته؟ وقتی این اتفاقای واقعا فاجعه بار و شرم‌آور رخ میده، چی فکر و فرهنگ؟ شما شوخی دارین با فکر و فرهنگ؟ اگه شوخی دارین بسم الله. این خیلی عجیبه، چرا رورتی، هابرماس و والرشتاین هر کدوم در حوزه کاری خودشون آدمای اهل فکر الهام بخشی هستن، توجهی که در سراسر جهان به نوشته‌ها و سخنرانی‌های اونا نشون داده میشه نشون میده که اونا برای اهل فکر در سراسر دنیا مهمن. چطور یه آدم الهام بخش در سراسر دنیا به ایران میاد و خاصیت الهام بخشی خودش رو از دست میده؟ برای اینکه خواستگاهی که این تیپ افراد، این تیپ نظریه سازان و متفکران خط مقدمی و پیشتاز، اینها تو خواستگاهی وارد میشن، توی زمینه و چارچوبی وارد میشن که تفکر و اندیشیدن و پژوهش هیچ معنای جدی نداره. ما بازی میکنیم، ما بیشتر بازی میکنیم، ما با نام این متفکران، ما ها تو دانشگاه ها با نام این متفکران عموماً بازی میکنیم، یعنی با این اندیشه ها درگیر نمیشیم، با این متفکران و اندیشه هاشون درگیری جدی نمیشیم. یعنی چی؟ یعنی نقادی هایی که به اینا میشه رو نمیخونیم، جرح و تعدیل هایی که به اینا میشه رو نمیخونیم، حتی تغییر و تحول یعنی سیر تفکری و اندیشه‌ای خود اینها رو هم چندان تعقیب نمیکنیم، نمیکنیم. ما اساتیدو دارم عرض میکنم، دانشجو که دیگه اون وقت تابع امثال بنده است، دانشجو که خیلی رک بگم برای شما، دانشجو در واقع یه جوری میاد یه پاتوقیه، بیاد ببینیم چه شکلیه، این چی میگه، کی چی میگه، چی میشه اونجا، یعنی چه، یعنی در واقع بیشتر کنجکاویه، نه راجع به خود اون افکار و اندیشه ها، راجع به این ماجرا، این فیلی که هوا کردیم میاد که ببینه چه اتفاقی میخواد بیفته. اگر کسی دنبال اندیشه های این تیپ افراد باشه چیکار میکنه؟ میره کتاب خونه، یه دونه از کتاب های ایشون رو ور میداره، یکی از کتاب های خودش نه، یکی از کتاب های درآمدی و مدخلی رو میاره راجع به اون، یه دیکشنری آکسفورد هم میذاره بغلش، یه دیکشنری جوندار انگلیسی، شروع میکنه خوندن و زور زدن و عرق ریختن. کاری که اساتید ما نوعاً عرض میکنن، ازش گریزانن، وای به حال دانشجوام. نمیکنیم، چرا انقدر تعارف میکنیم با هم دیگه، چرا انقدر تعارف و تکلف میکنیم؟ نمیکنیم ما. حالا یه سوال ببینم، جای یه نقادی های ظریف فوق تخصصی با یه متفکر قدر به نام که حالا دعوت شده اومده توی همایشی است که
500 تا 2000 تا 3000 تا دانشجو کیپ تا کیپ اومده نشسته تو راهروها هم پره، تو سالن‌های بیرون اون آمفی‌تئاتر هم باز آدم‌ها وایسادن و همه همینجوری که ببینن الان این فیله چجوری حرکت میکنه، مثلا دومش هم تکون میده چی میشه. جای یک نقدهای ظریف دوده چرا خورده ای که اون نوادر آدم هایی که امیدوارم وجود داشته باشن و انکارم نمی کنم که وجود ندارن، جای اون نقده اونجاست؟ جای اون نقده اونجاست؟ آیا مگر اون متفکر اساسا اومده یکی از پژوهش‌هاشو داره ارائه میکنه؟ اینه واقعا؟ عرف در غرب، سمی عزیز، عرف در غرب چیه؟ یکی از آخرین پژوهش‌هاش رو دعوت میکنن بیاد ارائه بکنه، نه یه قشون 2000 نفره 3000 نفره، چند نفر؟ 7-8-10 نفر، 7-8-10 نفر که رو اون متفکر کار کردن، اونا بیان بشینن. کجا؟ توی یه جای کوچولوی اندازه یک کلاس، یک کلاس. خب تفاوت فرهنگی کشوری مثل ایران با یک کشوری مثل انگلستان خیلی بیشتره از تفاوت فرهنگی مثلا فرانسه و انگلستان. اما در مطالعه آثارشون، مخصوصا وقتی با همدیگه به بحث میشینن، متوجه میشیم که یه آمریکایی، یه آلمانی و یه فرانسوی و یه انگلیسی متفاوتن، با هم فرق میکنن. نقدایی که علیه هم مینویسن توش رد و پای فرهنگ بومیشون رو میبینی، هرچند که به هم نزدیکن نسبت به ما، ولی انگار بی‌محاباتر از ما در پی نقد هم هستن. چرا ما با توجه به تفاوت زیادی که داریم شریک نیستیم در نقد مثلا این متفکر انگلیسی یا آمریکایی؟ من در مقام تبیین و تعلیل این چرایی، این که چرا اینجوریه، من الان نیستم. حالا من میخوام بگم که فقط این نیستش که ما نسبت به آرا و اندیشه های متفکران غربی، آفرین به این لبخند، خیلی زیبا، درود بر ما، نسبت به خودمونم، ما تو خودمون میگه چقدر نقادی داریم. شما چند تا مقاله انتقادی به مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه دارید؟ چند تا دارید؟ چند تا سراغ دارید؟ بیشتر توصیفیه کارم. به شهید مطهری چند تا دارید؟ به کی دارید؟ چند تا مقاله انتقادی پژوهشی ها، این که بگیم که خب مثلا مرحوم فلان یه پرونده تو ساواک داشته ایشون اونجا، اینا که انتقاد نیستش که، اینا اگر راست باشه، اگر راست باشه اون وقت به مقداری رسواگری و پرده‌دریه، برخورد انتقادی که به اینا نمیگم. بنابراین این در واقع یه ویژگی منحصر، یعنی این روی کرده ویرانگر نسبت به آثار اندیشه‌های غربی، این روی کرده غیر انتقادی، این روی کرده خاضعانه و خاشعانه ویژه آثار اندیشه‌های غربی نیست. ما نسبت به آثار اندیشه‌های درونی خودمونم و مواریثمون هم، مواریث که به هر حال جای نقد دارن، جای بررسی و پژوهش دارن. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. سلامت. خسته نباشید. کنفیسیوس گفته با سیاستمداران گفتگو کن، اما همواره اتاق خلوت برای تفکر نگاه دار. از اینکه در سومین دریچه با ما همراه بودید خرسندیم. خداحافظ.